آینه با متخصصی برنامه از مجتبا دشتی قالق تمام زیبایی ها امید یعنی زندگی زندگی یعنی من و تو و اراده برای برخواستن سلام سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما مخاطبین برنامه آینه با متخصصین خوشحالم که فرصتی دوباره نصیبم شد تا با برنامه دیگر از سری برنامه های آینه با متخصصین در خدمت شما اعزام باشم در خدمت مهمان عزیز برنامه سرکار خانم میترا عبدالرزا دانش آموخته روانشناسی و کارشناس برنامه آینه ما متخصصین هستیم با, با ویژه برنامه روز جهانی پیشگیری از خودکشی سرکار خانم عبدالرزا خوش اومدید برنامه خودتون سلام و احمد با مخاطبین برنامه داشته باشید بند در خدمت هست درود دو و بر شما عزیز رادیو آینه خودکشی از سروع تاریخ تاریخ مکتوب روی داده و نگرش ها نسبت به اون بسته به زمان، فرهنگ و همچنین شرایط و انگیزه ها متغیره. افزایش روزافسون میزان خودکشی در حقیقت ما رو بر داشت که خلاصه تعریفی از خودکشی و علل و عوامل اون برنامه ای رو در رادیو آینه داشته باشیم چرا که رادیو آینه هدفی جز آگاهی پیشگیری و کمک به انسانها را ندارد زنده باشید ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید من یه پیش مقدمه از خودکشی و اینکه چرا امروز روز جهانی پیشگیری از خودکشی اعلام شده در جهان قرائت کنم خدمت مخاطبین عزیز و سوالات رو هم رو خدمت شما دارم روز جهانی پیشگیری از خودکشی که همه ساله در ده سپتامبر در سراسر سر جهان برگزار میشه برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از اون هستش مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی با همکاری سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون جهانی سلامت روان این روز رو میزبانی میکنند در سال 2011 مراسم این روز در چهل کشور انجام شد و سازمان ملل متحد یک سیاستنامه پیشگیری از خودکشی رو منتشر کرد که بسیاری از اون برای پیشگیری از خودکشی در کشورها پیروی میکنند. سرکار خانم عبدالرزا بنده سوالاتم رو از محصر جنابالی شروع بکنم که تعریف خودکشی کلا چی هستش؟ خانم به عرضتون رسوندم که این روزها خصوصا ما با شرایط موجود که همه گیر هستش و در کل دنیا با این شرایط همه دست به بگر... گریبان هستیم خب بیشترم به خبرها به گوش ما میرسه بانه. و خودکشی یک امر عم... عملی و عمدی هستش که باعث مرگ فرد میشه بانه. و اغلب به علت ناامیدی صورت میگیره و علت اون اغلب اختلال روانی نظیر افسردگی اختلال دو قطبی اسکیزوفرنی شکست عشقی اعتیاد به الکل یا سوء مصرف انواع مخدرها، محرک ها و قرص ها و داروها نسبت داده میشه که اغلب عوامل استرسا مانند مشکلات مالی و یا میتونه اون ارتباط ها روابط های بین فردی نقش داشته باشه من. که سالانه حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر بر اثر خودکشی میمیرن و این امر دهمین علت علت اصلی مرگ هستش در سراسر جهان بسیار ممنون سرکار خانم عبدالرضا در مورد دیدگاه‌های مختلفی که مربوط به خودکشی میشه اگه امکانش صحبت کنید خواهش میکنم دیدگاه های مربوط به خودکشی که در حقیقت تحت تاثیر در اون مایه های زیستی متنوعی نظیر مذهب، افتخار و معنای زندگی قرار داره که شامل موارد زیر هستش ادیان ابراهیمی که به طور سنتی خودکشی رو وحن خداوند تلقی میکنن خو... یا خودکشی در فرهنگ اسلامی به معنای عقب نشینی از نیل رسیدن به قایت کمال و سقوط به وادی حسرت ناکامی و شقاوت در جهنمه که این عمل رو در مذاهب اسلامی قتل نفس میدونن و در مذهب کلیسای کاتولیک خودکشی رو از نظر عقلی گناه محسوب میشه گناه میدونن در یهودیت خودکشی امری مزمومه و جسد فرد که خودکش هستش حتی بدون اینکه مراسم خاصی براش بگیرن جدا از آدم های عادی دیگه دفن میکنن و که هیچ نشونهی هم نمیذارن شخص خودکشی کرده بله. بله. و جالبه که این مطلب رو هم به عرضتون برسونم که در خاشم. هند رسمی بوده به, رسم، به نام رسم ساتی مثلا اگر یه زنی همسرش فوت میکرده بیوه اون مرد رو زمانی که خب هندی ها رسم دارن که مرده هاشون رو میسوزونن بله. یه می یه مرسم خیلی خاص میگیرن و به اجبار این بیوه باید میرفته خودش رو مینداخته روی اون هیزوما روی اون آتیش بیمارستان میمرده یعنی به حدی بشه که بمیره اصلا جنازش با جنازه همسرش بسوزه معنی. که این قانون اومد قانون خود هند اومد و این یه رسم اجباری بوده که توسط خانواده و جامعه انجام شده یعنی سه. به اون خانومی که بیوه بوده اینو به اجبار میگفتن که بعد این کار رو انجام بدید خودکشی بله. بله. حالا دگر کشی هم حساب میشه دیگه و اینکه امروزه این عمل رو غیر قانونی شمرده, شمرده شده و انجامش نمیدن نیه. حتی پیگرد قانونی هم داره بله سپاس از اه، اه، صحبت و جامعه و کاملتون اه، من پی پیرو صحبتاتون در فرمایش کردی که در بعضی مذاهب گناه چیز م... میشه محسوب میشه خانم عبدالرزا چیزی به نام خودکشی مفید داریم؟ بله چه توضیح ما یک سری خودکشی ها رو داریم که حالا به عنوان مثال ما بخوایم یه خود بازش بکنیم خودکشی که با استدلال و منطقیه مثلا کسی هستش میخواد استدلال خودش رو به عرض اون جامعه برسونه اون حکومت برسونه ولی خب نمیدونه چجوری صداش رو برسونه و با استدلال خودش که استدلالش هم درست میتونه باشه این خودکشی رو انجام میده یعنی میارزه حتی جون تو به خاطر دقیقاً مخصوصاً این, این کار رو انجام میده اون فرد که بخواد ثابت بکنه اون حرفش رو یا یه آرمانی ممکنه، رو پیراوی کنه بعد بله ادامه دهنده آرمانی باشه ادامه دهنده بله. مسیری راهی باشه حتی در زمان جنگ ها بله. ما میتونیم اشاره داشته باشیم به خودکشی هایی که ایثارگرانه هستش بله. در واقع بخوایم ریشش رو پیدا کنیم به خودکشی کشیده میشه دقیقای. ولی اینکه اون شخص چقدر ایثار داره و از خودگذشتگی داره که این کار رو انجام میده بله. و این یک استدلال منطقیه من از خودم میگذرم به خاطر اینکه حالا آب و خاکم به خطر نیفته یا جون هم نوعانم دقیقاً, دقیقا بخواد از اون انسان ها دفاع بکنه خب حالا به این بحث به بحث اینکه مذهب و عقاید وارد نشیم و به خود بحث خودکشی بپردازیم دلایلی که فرد باعث میشه به مرحله خودکشی برسه چه دلایلی باعث میشه که فرد به مرحله خودکشی برسه و بر... این تصمیم رو بگیره که خودش رو از هستی ساقت بکنه از هستی ثابت بکنه ما دلایل خیلی زیادی داریم و تعریف های زیادی داریم حالا من اینجا ترجیح میدم در مورد گونه های دیگر خودکشی خوب. که رغب داره به همون بله بله. دلایل براتون بگم اینکه گناهی دیگر خودکشی که در اون فرد صرفا از سر بیماری روانی و یا ناامیدی و احساس شکست که اقدام به گرفتن جان خودش میکنه یا اقدام به حالا جز گرفتن جان خودش و جان دیگران حتی نمیکنه بلکه ممکنه حالا فرد رو مثلا یک فردی رو بیان شستشوی مغزی بدن بانه. و در اثر اون شستشوی مغزی این افرادی هستن سوجو هستن دیگه بانه. که وارد حالا مذاهب مختلف میشن با امیدهای کاذب اینا شستشوی مغزی میشن و تصمیم به این کار حتی میگیرن و اینکه به طور مثال ما میتونیم طالبان رو مثال بزنیم میتونیم داعش رو مثال بزنیم خب هستش دیگه یعنی بله ولی بله اینکه یک نوع خودکشی, محسوب بله. مثلا به اون شخص حالا اون شخص هر ممکنه مشکلی مسئله چیزی داشته باشه به عنوان اینکه وعده های کاذب بهش میدن به این شخص و به اون وعده ها عمل نمی کنن و حتی این شخص رو ه... هر که اون شخص به اون هدفی که میخواسته نمیرسه شاید به خاطر پول رفته باشه ده. و وارد مثلا داعش شده باشه یکی از اما نمیرسه به اون بلد. هدفش ولی در اثر شستشوهای مغزی که بهشون داده میشه جوری سیستم مغزی اینا رو پرورش میدن و تغییر میدن افکارشون رو که حتی مثلا میگن کل بدن شاید تیکه تیکه بشه ولی برو فلانجا رو منفجر بکن و خیلی بلد. از انسانها رو بکش آره و اینکه خودکشی آگاهانه ما داریم صحبت هم کردیم راجبش خودکشی آگاهانه برای رسیدن به اهدافی نامشخص خودکشی که فرد میخواد در واقع با کشتن خودش اعتراضش رو به موضوعی که شدیدترین بانه. حالت بیانش هست برسونه یعنی خیلی پیامش رو به این شکل دقیقا به و بله. میدونین خود کشتن خود خیلی جرعت میخواد بله. و هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده شاید اثر ناآگاهی باشه و یا اختلالات روانی باشه یا اون لحظه سکوت و مکس نکردن باشه اما خیلی از افراد هستند که میخوان با این کارشون رو یک چیزی رو نشون بدن یک چیزی رو بیان بکنن یا یک اعتراضی رو به گوش دیگران برسونن و گاهی هم فرد برای اهداف نظامی دست به این کار میزنه که خودکشی یا دیگر کشی انجام میده به عنوان نمونه این رفتار رو میشه در کامیزاهی های ژاپنی نام برد بله خودکشی که به آن خودکشی موفق گفته میشه عمل گرفتن جان خود و خودکشی ناموفق یا خود، رفتار خودکشی غیرکشنده که نوعی آسیب به خود یا هدف پایان دادن به زندگی است که منجر به مرگ نشود خودکشی،, خودکشی کمکی زمانیه که فرد به طور مستقیم به شخص دیگه کمک میکنه تا باعث مرگ خودشون و این کار از طریق ارائه مشاوره یا تهیه ابزار صورت میگیره نمیدونم یادتون هست حدودا یکی دو سال پیش بله. یک سری خودکشی هایی تو ایران اتفاق می افتاد به اسم نهنگ آبی بله بله. اگر یادتون بله. باشه این همون گونه خودکشی این گونه آخرین گونه خودکشی که از طریق ارائه مشاوره و یا تهیه ابزار هستش همون خودکشی نهنگ آبی میتونه باشه یعنی این ممکنه به مرحله جنون برسه شخص دقیقا دقیقا بله و خودمون خیلی ساهدش بودیم دیگه تو کشورمون که شخص مرحله بله،, بله،, بله، و بعد خیلی از بچه های نوجوان ایرانی دست به این کار می زدن خب سرخ خانم عبدالرزا با یکی از کارشناسان برنامه ارتباط برقرار کردیم جناب رضا پناهی روانشناس و کارشناس برنامه آینه با متخصصین و نظر ایشون رو در موضوع خودکشی جویا شدیم بشنویم با هم صحبت های جناب رضا پناهی رو به نام خدای بزرگ خدایی که عاشق است و همیشه حاضر سلام از میکنم خدمت همه عزیزان مواردی رو در خصوص بحث خودکشی با دوستان در میون میذارم بودایی معتقدن هر فردی در حال انجام بهترین کاری که دستش برمیاد یعنی هر آدمی داره تلاش میکنه از نظر خودش کار بهتر رو انجام بده در مورد خودکشی هم همینطوره مطابعه دید مشکل کار کجاست گیر کار کجاست که به خودکشی منجر میشه چرا بعضیا دگمه نابودی و از بین بردن خودشون رو فشار میدن و فکر میکنن خودکشی به معنی رسیدن به خوشبختیه براشون مشکل اون الگوی فکریه که در این افراد وجود داره خیلی از نظر ظاهری سالمن اما الگوی فکریشون میگه خودکشی بهترین راه حله یه دم نظر عقلی سالم من، اما برای آیندهشون هرچی فکر میکنن هیچ راه حلی پیدا نمیکنن و جوری زیر بار زندگی خودشون رو له شده میبینن که متاسفانه این روش رو بهترین راه برای رهایی از درد و رنج میشه گفت زندگی رو دوست دارند اما نیازهای برآورده نشدهشون و مشکلات جوری تحت تاثیرشون قرار میده که مرگ نظر اونا تر از زندگی میشه و هیچ راه حلی جز هلاکت خودشون نمیبینن یه عده زیادی هم اختلال روانی پیدا میکنن و چنین تصمیم هولانکی رو میگیرن حالا یه وقتایی در میون اینا یه بعضی ها قصد خودکشی نداشتن قصد آزار جسمی به خودشون رو داشتن ولی گاهی وقتا کار از دستشون در میره و اون آزار جسمی متاسفانه تبدیل به خودکشی میشه اختلال روانی مثل استراب افسردگی یا اختلال شخصیت گاهی وقتا از غم ناشی میشه همه ما باید بدونیم وظیفه ما در قبال این غم ها چیه دو نکته در این مورد بیان میکنم خدمتون اولی که صادقانه بیماری خودمون رو بپذیریم و با مشاور یا روانپزشک همکاری کنیم و امید به بهبودی داشته باشیم دومی که بدونیم حریص بودن برای بهتر شدن و تغییر کردن گاهی غم به وجود میاره و این غم خشم و ملالت ایجاد میکنه خشم خودمون اینکه غمگین میشی که چرا من خوب نمیشم چرا هنوز همینم طرف میگه خاک دوست دارم من آدم به شو نیستم من تغییر بکن نیستم بنابراین هرز زدن ملامت کردن سرزرش کردن خودم رو بایستی متوقف بکنیم زمانی که داریم تغییر میکنیم اما ترین دلیل همون رهایی از حال بده که متاسفانه گریبان فرد رو میگیره یه سری احساسات شدید و منفی که طرف نمیدونه چجوری با این احساسات کنار بیاد البته این احساسات منفی دلایل متعددی داره طرف حالا یا کارش رو دست داده مشوقش رو دست داده به هر حالت دل شکسته شده احساس منفی خشب و نفرتش دیگه لبریز میشه یعنی فرد دچار درد عاطفی میشه ببینید نیش زنبول اثر درد داره این درد جسمیه ترک معشوق مثلا درد داره این درد میشه درد عاطفی مغزم مغزمو تفاوت این دو, دو درد نمیتونه تشخیص بده و اگر نتونیم احساس منفیمون رو مدیریت کنیم مغز همونطور که به درد جسمی واکنش نشون میده یه راه خلاصه عجیبی هم برای این افراد معیا میکنه که منجر به خودکشی یا یافته خودآزاری میشه بنابراین خودکشی یه درد عاطفیه که مغز به اون واکنش نشون میده و این در صورتی که ما نتونیم احساس منفی رو مدیریت کنیم ساده تری این راه اینه که افراد رو تشویق کنیم رفتار خودشون رو تغییر بدن تا الگوی فکری اونها تغییر کنه به این روش به صلاح رفتار درمانی میگن یه نکته بسیار مهم اینه که بدونیم اختلال شخصیت فقط با توصیه اخلاقی درمون نمیشه روش دیگه برای تغییر الگو ها بالا بردن آگاهیه یعنی باید بدونیم آگاهی ما هر چقدر بالاتر بره هر چقدر هوشیارتر بشیم بهتر میتونیم احساسهای منفیمون رو کنترل کنیم یعنی زندگی ما زندگی هوشیارانه باشه و به نظرم این بهترین راهه یعنی بالا بردن سطح آگاهیمون در پناه حق باشید انشاالله. ممنون از جناب پناهی عزیز که در برنامه ما محبت کردند و تجربیاتشون رو در اختیار مخاطبین برنامه ما قرار دادن سپاس از ایشون سرکار خانم عبدالرزا عواملی که خطر خودکشی رو در افراد تحت تاثیر قرار میدن چه عواملی هستن؟ بله خدمتتون آرزم که عواملی که خطر خودکشی رو تحت تاثیر قرار میده شامل اختلالات روانی، مصرف نادرست دارو، حالات روانی، اعتیاد و سوء مصرف مواد و اختلالات شخصیتی شرایط فرهنگی خانوادگی و اجتماعی و ژنتیک و یا اقدام به خودکشی قبلی بانه. در دسترس بودن وسیله و ابزارالات یا مواد خوراکی مثل سموم بانه. برای ارتکاب این عمل سابقه خودکشی در خانواده وجود آسیب ضربه مغزی یا وجود عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، طلاق و جدایی خانه به دوشی و تبعیض که باعث افکار خودکشی و اقدام و عمل فرد رو موجب میشه و فراهم میکنه و باز از آمار که ما بخوایم در خدمت شنوندگان عزیزمون قرار بدیم حدودا 15 تا 40 درصد مردم یادداشت خودکشی رو از خودشون به جا میذارن بله. حدود 38 درصد تا 55 درصد از رفتارهای خودکشی به ژنتیک مربوط این الان آمار اختلالات خودکشی هست بله, بله. بله. و یا سربازان که در معرض خطر خودکشی بیشتری هستند. که تا حدی هم میزان بالای بیماری روانی و مشکلات سلامت جسمی مربوط به جنگ میتونه باشه. بلنه. اختلال روانی که اغلب در خودکشی وجود داره و میزانش 27 درصد تا بیش از 90 درصد برآورد میشه. بله. در بین کسانی که در واحد روانی بستری هستند خطر خودکشی موفق در طول زندگی در حدود ش... 6 مویز 8 درصد میتونه باشه و نیمی از افرادی که جان خودشون رو از دست میدن ممکنه که دچار اختلال افسردگی شدید باشن بله. و داشتن این بیماری یا اختلالات خلقی خلقی دیگه مثل اختلال دو قطبی خطر خودکشی رو 20 برابر افزایش میده و یا سایر بیماری های دخیل در این وضع که عبارت از اسکیزوفرنی 14 درصد اختلال شخصیت 14 درصد اختلال استرس در اثر پس از حادثه هایی که پس از سانحه هستند بله. و حدود پنج درصد از افراد مبتلا به اسکیزوفرن در اثر خودکشی میمیرن یعنی کلان اختلال روانی هستند هستن بله. بله بله این اختلالات هستند آمار اختلالات اختلال خوردن از جمله بیماری هایی که دارای خطر ذکر شده است یعنی خودکشی بله. و حدود 20 درصد از خودکشی ها با سابقه قبلی همراه بوده و از بین کسانی که خودکشی کردند یک درصد ظرف حالا جون سالم به در بردن یک درصدشون ظرف یک سال در خودکشی خودشون میتونن موفق باشن داره. و بیش از پنج درصد پس از ده سال یعنی فردی که یک مرتبه خودکشی کرده و ده سال گذشته پنج درصد از این افراد اقدام به خدازاری میکنن یعنی بعد از خودکشی نافرجامی که انجام دارن بله بله, بله. دقیقا اقدام به خودکشی اقدام به خودآزاری میکنن که این خودکشی محسوب نمیشه من. اصلا تلقی نمیشه اسمش رو خودکشی گذاشت و وجود رفتار و آسیب رساندن به خودشون با خطر اقدام به خودکشی میتونه مربوط باشه اما خودآزاری دارن در اصل این خودآزاری ها به صورتیه که نمیخوان خودشون رو بکشن فقط یه حالت تهدیدآمیز داره در حدود 80 درصد خودکشی های موفق حتی فرد ظرف یک سال قبل از مرگ یک سال قبل از مرگ خود حتی به پزشک مراجعه کرده داله. و در 45 درصد از موارد حتی در ایران افراد در این دو سه ماهه اخیر و و قبل و قبل از این یکی دو سه ماهه همچین عملی رو انجام دادم و خودمون هم بارها شاهدش بودیم حدود 20 25 درصد تا 45 درصد از کسانی که خودکشی موفق داشتن در سال قبل البته این یه ایماری آماری. یه آماری, 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 آماری هستش که در با ایران هست من دارم خدمتتون به عرض میرسونم آشان. حدود 25 تا 45 درصد از کسانی که خودکشی موفقی داشتن در سال قبل با مراکز خدمات بهداشت روان حتی تماس گرفتن و بعد دست به این کار زدن سوء مصرف مواد دومین عامل خیلی مهم و خطرآفرین و سایه خودکشی هستش که پس از افسردگی شدید و اختلال دو قطبیه که هم سوء مصرف مزمن مواد و هم مسمومیت حاد در این کار خیلی دخیره و در صورتی هستش که این وضع با غم و اندوه شخصی نظیر داغداری داغداری همراهه بلو. و میزان خطر رو افزایش بیشتری میده به علاوه اینکه سوء مصرف مواد با اختلالات روانی هم همراه میتونه باشه باز از ادامه آمار اختلالات خودکشی اکثر مردم زمانی که اقدام به خودکشی میکنن، تحت تاثیر داروهای آرامبخش خواب‌آور و یا الکل و بنزودیازپام ها هستن دارو ها در بله اعتیاد بله. به الکل در 15 درصد تا 61 درصد موارد وجود داره به طور کلی کشورهایی که دارای میزان بالاتره مصرف الکل و مکانهای فروش الکل و یا بارهای شبانه روزی و خرید و فروش کردن که خیلی آزاد و راحت هستند، خودکشی در این کشورها میزانش بالاتره بله. که این مسئله مربوط به الکل تقطیری است نه الکلی که الکل کامل باشه و حدودا دو دو دو, دو, دو دهم درصد تا چهار الا سه درصد از کسانی که به خاطر احتیاط به الکل مورد درمان قرار گرفتن در ادامه زندگیشون مثلا اون شخص شاید پنج سال استفاده نکرده نکرد. مصرف الکل نداشته یا ده سال مصرف الکل نداشته ولی به خاطر ادامه زندگی خودش و ترس از مواجه شدن با بحران و مشکلات زندگی و عدم توانایی و عدم اعتماد به نفسش در اثر خودکشی درگذشته و اکثرا مردم بودن آمار بیشتر از مردان تشکیل شده بین 3 تا 35 درصد مرگ و میر در میان کسانی هستش که هروئین مصرف میکنن نه. و سوء مصرف کوکائین و مفتامین ها همبستگی بالایی دارن با خودکشی و در بین کسانی که کوکائین مصرف میکنن بیشترین خطر در مرحله ترک کسانی که مواد استنشاقی استفاده می کنند نیز در معرض خطر قابل توجهی هستند و حدود 20 درصد اقدام به خودکشی کرده و یا بیش از 65 درصد اونها فکر می فقط به خودکشی نه اینکه بخوان عمل داشته باشن باز از بله بفهمه باز یک،, مورد دیگه که من بعد به عرضتون خاشم. برسونم اعتیاد به قمار آه بله. با افزایش میزان افکار خودکشی همراه هستش و میزان اقدام به این عمل در مقایسه با جمعیت عادی بیشتره بین 12 تا 24 درصد از قماربازان پاتولوژیک اقدام به خودکشی میکنن و همچنین میزان خودکشی در میان همسرانشون همسران این قمارباز بله. سه برابر بیشتر از جمعیت عادی هستش پس این علل و عوامل خودکشی بود که فرماش بله. فرمایش کردید ارتباطی برقرار کردیم از نظر حقوقی خانم عبدالرزا خواستیم که جویا بشیم صحبت های سرکار خانم بیاری کارشناس برنامه آینه ما متخصصین و حقوقدان در زمینه خودکشی و از نظر حقوقی این مسئله رو بررسی کردیم با هم بشنویم صحبت های سرکار خانم شیرین یاری حقوقدان و کارشناس برنامه آینه با متخصصین با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان همیشگی شبکه آینه و برنامه آینه با متخصصین متاسفانه خودکشی عملی عمدیه که باعث مرگ فرد میشه خودکشی اغلب به علت ناامیدی صورت میگیره که علت اون اغلب به اختلال روانی نظیر افسردگی اختلال دو قطبی اسکیزوفرنی شکست عشقی اعتیاد به الکل یا سوء مصرف دارو نسبت داده میشه در اغلب موارد عوامل استرزا مانند مشکلات مالی و یا مشکلات ارتباط بین فردی در این مسئله نقش بسزایی دارند. سالانه حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر بر اثر خودکشی جون خودشون از دست میدن و این امر و همین علت اصلی مرگ در سراسر جهانه. میزان این کار در مردان بالاتر از زنان بوده و احتمال خودکشی مردان سه تا چهار برابر بیشتر از زنانه. تخمین زده میشه که هر ساله 10 تا 20 میلیون اقدام به خودکشی غیرکشنده رخ میده که اقدام به این کار در جوانان و زنان شایدتره. دیدگاه های مربوط به خودکشی تحت تاثیر درون های زیستی متنوعی نظیر مذهب، افتخار و معنای زندگی قرار دارند. خودکشی شامل گونه های دیگه هم نیز هست که در اون فرد صرفا از سر بیماری روانی یا ناامیدی و احساس شکست اقدام به گرفتن جان خود یا دیگران نمی کنه. بلکه ممکنه که فرد مورد شستشوی مغزی توسط افراد سوجو با وعده های تو خالی قرار بگیره و دست به خودکشی آگاهانه برای رسیدن به اهدافی نامشخص بزنه <بصوت> <تصفح> گاهی فرد با کشتن خود در واقع میخواد اعتراضش اعتراضش رو به موضوعی به, شدت، شدیدترین حالت بیان کنه گاهی فرد برای, اه برای اهداف نظامی اقدام به خودکشی یا خود دیگر کشی میکنه جا داره اینجا نگاه از منظر حقوق بین مسئله بندازیم در قوانین ایران معاونت در خودکشی زمانی که به حد سببیت برسه جرم شناخته میشه مثلا فرد از ناآگاهی کسی سوء استفاده کنه و موجب مرگ او به دست خودش بشه در این حالت معاونت در خودکشی و قتل ام دانسته میشه معاونت در خودکشی همچنین در بند دوم ماده 15 قانون جرایم رایانهی مصوب 25 خورداد 1388 جرم دانسته شده این ماده به ترغیب تحریک، دعوت، تسهیل شیوه ارتکاب و آموزش خودکشی از طریق سامانه های رایانهی و مخابراتی اشاره, داره و برای این و برای این اعمال محکومیت 91 روز تا یک ساله یا جزای نقدی 5 میلیون ریالی تا 20 میلیون ریالی رو یا هر دو رو معین کرده در کل در طبق قوانین جزای ایران خودکشی چون خودکشی جرم محسوب نمیشه به طبع آن معاونت و همکاری در خودکشی نیز جرم نمی باشد با تشکر از همراهی شما عزیزان در پناه حق باشید ممنون از سرکار خانم یاری حقوقدان و کارشناس برنامه آینه با متخصصین خب خانم عبدالرزا فرصت زیادی هم نداریم من با یک سوال به سوالاتم رو جنبندی میکنم که در مورد پیشگیری از خودکشی چه صحبت رو دارید؟ لازمه که در اینجا در ابتدا تعریفی از پیشگیری داشته باشیم هر تلاش از سوی سازمان ها دولت مراکز بهداشت روانی اتحادیه ها متخصصین شهروندان و هر شخصی برای کاهش میزان خودکشی قابل تقدیر هستش چرا که نجات جان یک انسانه بله. و از جمله روش های نامستقیم پیشگیری از خودکشی به این موارد میتونیم اشاره داشته باشیم درمان نشانه های روانی از جمله افسردگی و بهبود روش های مقابله با بحران در افرادی که به شدت در فکر خودکشی به سر میبرن. کاهش شیوع کارهایی که منجر به برانگیخته شدن افکار خودکشی در فرد میشه همچنین این تلاش ها بایستی هم در زمینه روانشناختی و هم دارویی و در کنارشون آگاهی دادن عمومی و ارتقای سطح بهداشت روانی عمومی صورت بگیره باند. در واقع میبایستی که کارهایی که باعث حفاظت فرد از خودکشی میشه نظیر حمایت اجتماعی و عاطفی فرد رو افزایش داد کارهایی که این خطر رو برای فرد ایجاد میکنه مانند عدم توانایی در برآوردن نیازهای اقتصادی و یا دیگر نیازهاش کاهش بدید بله. خودکشی رو نباید تنها یک مشکل پزشکی و روان پزشکی در نظر گرفت چرا که این مسئله ابعاد گوناگونی دارد سرخور خامد یک سوال که هستش نقش اختلالات روانی اجتماعی در خودکشی چی هستش در این زمینه صحبت کنید در بله. برخی از حالات روانی که خطر خودکشی رو افزایش میده و از جمله این حالات ناامیدی، از دست دادن حس لذت در زندگی، افسردگی، استراب و استرس، عدم توانایی اندک در مشکلات و یا کم شدن توانایی هایی که فرد قبلا قبل از اون که این عدم توانایی بیا سراغش داشته. مانه. و کنترل ضعیف تمایلاتی که نقش فرد رو در زندگی ایفا میکنه. در افراد موسن حس بی مصرفی و بیارزشی داشتن استرس های اخیر زندگی که این روزها همه ای ما انسان ها در کل دنیا باهاش روبرو رو هستیم مانند از دست دادن یک عضو یا چند عزیز از خانواده نه نه. از دست دادن دوستان نزدیک از دست دادن شغل و یا انزوای اجتماعی و فاصله های محبتی و عاطفی که در خانواده ها و جامعه متاسفانه حکم فرما شده زندگی در تنهایی خطر خودکشی اکثر افراد رو افزایش میده و یا کسانی که هرگز ازدواج نکردند و یا افرادی که خیلی مذهبی و سختگیر هستند و یا جزو ادیان در دین و مذهب و گاهن هم ممکن هستش که پیوند اجتماعی به اجبار بخواد باعث بشه اون زورگویی و اون اجبار بودن خطر خودکشی رو افزایش بده و نقش داشته باشه بعضی ها ممکنه که مورد سوء استفاده جنسی در دوران کودکی قرار گرفته باشن و یا بعضی از افراد زمانهای سپری شده در بهزیستی و در پرورشگاه هایی که این همش تو این فکرها هستن فکرشون مشغوله این افکار خودکشی رو بیشتر در دراز میده. مدت ممکنه منتهی به خودکشی بله. 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 بله؟ و اینکه که باز به خدمتتون برسونم رسانه و از جمله اینترنت که نقش بسیار مهمی در این امر داره به طور مثال نحوه بکش... به تصویر کشیده شدن حالا بچه ما داره اون فیلم رو میبینه خود ما داریم اون فیلم رو میبینیم این به تصویر کشیده شدن تصویر منفی ها دقیقا. یه تصویر منفیه که افزایش میده خودکشی رو که به عنوان نمونه همین دیروز در شبکه های مجازی در ایران پخش بود و شاهد خودسوزی یک دختر خانمی ما بودیم بانه. که اثرات منفی زیادی رو به جا ممنون متشکر خانم عبدالرزایی به عنوان سال آخر خدمت مارزم که نخستین تحلیلگران جامعه شناس در زمینه خودکشی چه کسانی بودن؟ ببینید تحلیلگران مشهور خیلی زیادن حالا به خاطر زیغ وقت من از امیل دورکیم نام میبرم بله. که ایشون نخستین تحلیلگر مشهور جامعه شناس فرانسوی بودن و تعریفی رو که ارائه دادن در سال 1897 میلادی و تحلیلشون اینه که هر نوع مرگی که نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشه در اثر خودکشی کردار مثبت یا منفی خود قربانی باشه که پیشا پیش از نتیجه عمل خودش آگاه هستش خودکشی محسوب میشه تعریف امیل دورکیم و اینکه دورکیم در بررسی آسیب خودکشی چهار نوع خودکشی رو بیان کرده که هر چهار مورد به نوعی به رابطه فرد با جامعه مربوط میشه مورد اول خودکشی خودخواهانه است که در شرایط فردگرایانه و جدایی از جامعه روی میده مورد دوم خودکشی دگرخواهانه زمانی روی میده که شخص وابستگی زیادی به جامعه داشته باشه بله. مورد سوم خودکشی هرج و مرج که ناشی از بسامانی آشفتگی و بیقانونی جامعه هستش او از اصطلاح آنومی برای بیان وضعیت جامعه استفاده کرده نه نه. و مورد چهارم خودکشی تقدیرگرایانه که زمانی روی میده که اراده ها عواطف و انگیزه های اعضای جامعه زیر کنترل شدید جامعه باشند. بانه. در اواخر قرن 19 میلادی زیگموند فرا... فروید نخستین دیدگاه روانشناختی خودش رو در مورد خودکشی به این صورت بیان کرده که خودکشی نهایت خشم معطوف به خود است و ناشی از ناخداگاه فردی است فروید غریزه را به دو دسته مرگ که اون رو تاناتوس نامیده و زندگی اون رو اروس نامیده تقسیم کرده و به باور او غریزه مرگ بلافاصله پس از زایش آغاز میشه و تمایل به بازگشت داره و این غریزه موجب نیستی کینه و انهدام نسل که همون غریزه مرگ میشد و قریزه ای که موجب زندگی و دوستی و عشق و تولید نسل میشه و فروید به تدریج نظریه غریزه مرگ،, خودش رو که در تضاد با لیبیدو بود کامل کرد و لازم اینجا در مورد لیبیدو یه کوچیک من مختصر توضیح بدم که در روانشناسی فروید لیبیدو همون قرایز جنسی هستش که حتی در نوزادی هم میتونه وجود داشته باشه که در مراحل رشدی توضیح داده شده بله بسیار ممنون و متشکر خواهش که از صحبت های جامع و کاملتون از اطلاعاتتون که در اختیار ما و مخاطبین برنامه قرار دادید ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید مخاطبین عزیز و فهیم آینه ممنون که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید راز آرامش در اون رها کردن ذهن از نگرانی هاست قدرت بالاتری از وجود قدرت بالاتری از تو وجود دارد که حواسش به همه چیز هست به او بسپار و آرام باش خدای عزیزم بابت هدیه که هر روز با هزاران عشق و امید به من میدهی از تو سپاس گذارم برای هدیه که نامش زندگی است مخاطبین عزیز و همیشگی و فهیم آینه تا درودی دیگر بدرود, بدرود. برای ساختن زندگیت هیچگاه ناامید نشو یه روزی به خودت میای و افتخار میکنی از اینکه ادامه دادی و تسلیم نشدی یه روزی که با یک موفقیت زندگی تو تغییر دادی فقط یادت باشه برای رسیدن به اون روز باید پشتکار و پایداری نشون بدی برای رسیدن به اون روز باید بین بشی و کاملا رو هدفت فکوس کنی برای رسیدن به اون روز نباید در مقابل مشکلاتی که جلو راهت سبز میشن کم بیاری چون هیچ مسئله ای بدون راه حل نیست نباید بگی من بد شانسم سرنوشت من اینه و مسیر هدف رو رها کنی شانس توی سرنوشت هم دست خودته با متخصصی برنامه از مجتبا دشتی